راه آزادی، میزگردی با اهل اندیشه و تجربه، تهیه و اجرا پری عسگری، برنامه‌ای از الوند تی وی. درودی بهاری خدمت یکایک بینندگان نازنین الوند تی وی. پری عسگری هستم با یکی دیگر از برنامه‌های راه آزادی. امروز 13 فروردین سال 1397 هست و روز 13 بدر. آرزو میکنم 13 بدر به همگی شما عزیزان در هر جای جهان که هستید خوش بگذرد و اگر هنوز بیرون هستید به هر حال لذت ببرید از طبیعتی که در آن هست. امروز در خدمت جناب علی عبدالرضایی هستیم، عزیزانی که گفتگوی هفته گذشته ما را دیدن ادامه گفتگو را هم ببینم و آنهایی که برنامه را ندیدن در هفته قبل بهتر است که گفتگوی هفته قبل ما را هم پیگیری کنم. همونطور که در برنامه گذشته جناب عبدالرضایی را معرفی کردم خدمت شما، ایشان شاعر هستند، نویسنده هستند، نظریه پرداز موفقی هستند و کار سیاسی هم میکنند. برای آنهایی که دوست دارن بیشتر با آثار و کارهای آقای عبدالرضایی آشنایی بیشتری پیدا کنند، پیشنهاد میکنم که اسم ایشان را در گوگل سرچ کنم و با آثار ایشان، سخنرانی‌هاش، نوشته‌هاش و بیشتر می‌دونم از این طریق با آقای عبدالرضایی آشنا بشم. همچنین آقای عبدالرضایی یک تلگرام دارن، یک اکان در تلگرام دارن که به اسم کارگاه انقلاب است که هزاران نفر عضوان هستن که می‌توانید در صورت تمایل اون را هم پیگیری کنید. در این گفتگو من با آقای علی عبدالرضایی سیاسی گفتگو خواهم کرد و خواهش خواهم کرد که راجع به مسائل سیاسی اجتماعی در ایران بیشتر برای ما بگن و از محبوبیتی که در بین نسل‌های جوان ایران دارن و همچنین شناخت ایشان از این نسل‌ها رو برای ما باز کنن، توضیح بدن و اینکه باید بگیم زمانی که حکومت اسلامی در ایران مستقر شد یکی از خواسته ها و فتواهای آیت الله ها این بود که زنان و مردان نباید جلوگیری کنند تا آمار جمعیت مسلمانان بالا بره. در پرانتز بگویم در اوایل انقلاب حتی تهیه وسایل جلوگیری نیز قدغن شده بود. آنها بیگمان قصد داشتن سربازانی مقید به فرامین اسلامی تربیت کنند که هر آنچه را که اراده کردن در راه نجات اسلام به اصطلاح این افراد آماده کنند که جهادگران خوبی را تربیت کنند و احتمالاً در آینده در رکاب حضرت مهدی، در هنگام ظهور حضرت مهدی، در کنار حضرت مهدی رکاب بزنن و میدانداری کنن. اما نسل امروز تمام رویاهای حکومت و ملاها را به نوعی به هم ریخته و این نسل مانند آبی که در لانه مورچگان بریزد عمل کردن. آنها نسلی هستند که نه تنها حکومت را بلکه برخی از والدین خود را هم شگفت زده کردند. نسلی متفاوت، اعجاب برانگیز و جالب که باید آنها را بیشتر شناخت. امروز از جناب عبدالرضایی می‌خوایم راجع به نسل برای ما بگن، راجع به نسل دهه 70 و 80 برای ما بگن تا ما بیشتر با کاراکتر این نسل، نگاهشان و خواستهای این نسل آشنا بشیم. ضمن اینکه در خیزش همین چند ماه قبل ما شاهد بودیم که نسل دبستانی با چه شور و هیجانی و چه زیرکی خاصی تظاهرات بر علیه حکومت میکردن که برای همه جذاب و شیرین بود. درود بر شما جناب عبدالرضایی، بسیار سپاسگزارم که دعوت مجدد من را پذیرفتید و به برنامه راه آزادی خوش آمدید.
میکروفون در اختیار شماست. برای ما از نسل‌های بعد از به هر حال نسل‌های دهه 70 و 80 که بیشتر با شما در واقع در ارتباط هستند و شما هم شناخت ویژه‌تری از این نسل دارید برای ما سخن بگویید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. راستش نسل 70 یا نسلی که به نسل دهه 70 یا دهه 80 یا معروف شدن، تا ادبیات هم من از شاعران نسل دهه 70 ام، ولی این اون معنا رو نمیده. شاعرانی که در دهه 70 مطرح شدن در ایران و ایده خاصی داشتن، ایده خاص ادبی داشتن، معمولا به اینا میگفتن پست مدرنیست. اینها همزمان میشه کارش طرح شدنشون با تولد یه عده. یعنی ما یه نسلی داریم از سال 1365 متولد شدن به بعد. اینها نگرهشون، نوع جهانبینیشون، نوع زیستمانشون خب خیلی با نسل‌های قبل فرق میکنه. حتی آستانه‌های تعاملشون، آستانه‌های فکریشون، آستانه‌های مقاومتشون اون هم فرق میکنه. به این دلیل داره. حقیقتش رو بخواین از سال 76 که فضای ژورنالیست باز شد، خود محمد خاتمی اومد، کتابایی که تو دوره رفسنجانی اصلا تایید نمیشد، از جمله کتاب من، مثلا من کتاب داشتم مثلا پاریس سرینو، این سال 73 دادم ارشاد که مجوز بگیره و منتشرش بکنیم. اون موقع من ایران بودم و اینا تاییدش نکردن تا اینکه محمد خاتمی اومد و فضا رو بازتر کردن، اون کتاب منتشر شد و همزمان با اون کتاب یه سری کتابای دیگه هم منتشر شد. فلسفه غرب، نوع نگاه غرب به اسم ها، مثلا ما میبینیم یک بخش بزرگ در ادبیات پست مدرن، ادبیات تازه، خود فمینیست ها هستن، نظریه پردازی فمینیست ها هستن. خب همزمان اینجور کتاب ها منتشر شد از طریق میشل فوکو. بالاخره یه آدمیه که گی بوده و نوع نگاه میشل فوکو به جامعه، به قدرت، اینجور کتاب ها منتشر شد. همزمان شما از دریدا کتاب داشتید. یعنی جهان فرهنگی ما عوض شد، جهان سیاسی ما عوض شد. اگر مثلا در سالهای 57 تا دهه 60 جوونا کتاب مارکس رو زیر بغلشون میگرفتن، میرفتن تو فرهنگسرها یا خیابونا پوز میدادن که مثلا مارکس میخونیم، الان دیگه فرق کرده بود. الان جای این کتاب ها رو همین کتاب های دریدا گرفته بود، کتاب های میشل فوکو گرفته بود، کتاب های مثلا رمان های پست مدرن گرفته بود، و یا مثلا تو نوع ایرانیش مثلا کتاب های تئوریک مثلا بابا احمدی گرفته بود، مجنون شعر من گرفته بود، یا مثلا مجنون شعر برهنی، اینجور کتاب ها. کتاب هایی که چه نوع شرفه دیگه شاملو نمیخوندن، الان یه شاعرهاشون عوض شده بود، نویسنده‌هاشون عوض شده بود. این فرهنگ یک نگاه دیگه ای داشت. مثلا من شعرهام رو بر اساس اندروژنی می نوشتم. یعنی شما در بسیاری از شعرهای من راوی مشخص نیست که زن یا مرده، جنسیت نداره راوی. یعنی اینو من سعی می‌کردم همیشه بحث بکنم و اون موقع بحث بسیار تازه‌ای بود که چگونه ما با توجه به تکنیک اندروژنی می‌نویسیم. توی بچه‌ای که تو کالج به من گذروندن چند جلسه من فقط درباره اندروژنی صحبت می‌کردم، برخورد غیر جنسی با متن. خب این نسل‌ها، نسلی که بعد از 65 متولد شدن، در واقع اینها معاصر ادبیات ما هستن، معاصر فرهنگ ما هستن. ما نسبت به اینا عقب مونده بودیم. نه من، البته نسل من. نسل من نسلی بود که محافظه کار بود، نسل پنهانگری بود، نسلی بود که مثلا خب تو دوره ای ما قدغم بود دیگه. یعنی شما مثلا باید هزار سعی میکنید تا که چیز بکنه، سخت جنین بکنه، چیزی به اسم شما یک اشاره کردید در شروع صحبتتون، همین مسئله قرص بارداری. قرص بارداری فکر کنم در دهه 1960 وارد بازار اومد تو امریکا و در امریکا یکی از دلایل انقلاب جنسی همین قرص بارداری بود. چرا؟ چون تا قبل از اون، حالا من نمیخوام بحث عوض بکنم، اون یه بحث جالبیه که میشه باز کرد، چه تأثیری همین قرص بارداری، سخت جنین، این مسائل توی انقلاب جنسی ایران گذاشته. اما این نسل نسلیه که تبو نداره، یا نسل تبو شکنیه، نسلیه که مثلا شما باز من اشاره تو صحبتتون کردید، ما یک متفکر داریم ویلهلم رایش اولین کسیه که اصلا کلمه انقلاب سکسی رو آورد. انقلاب جنسی، یعنی یک کتاب داره به اسم انقلاب سکسی که 1945 در امریکا منتشرش کرد، یه اتریشیه که تو اتریش زندگی میکرد و در اتریش کتاب در آورد به اسم، اسمش خوب یادم نیست، سکشوالیتی و سامتینگ،
یادم رفته، همون کتاب و همون تفکر، بعدش مهاجرت میکنه میره امریکا، همون تفکر رو دنبال میکنه، به این کتاب انقلاب سکسی رو مینویسه. در این انقلاب سکسی ویلهلم رایش معتقده که هرچه جامعه نسبت اوپن مایندتر باشه، جامعه بازتر باشه، جامعه دچار سرکوب جنسی نباشه، درجه افسردگی پایینتر میاد، سدنس کمتره، آدم ها اندوهگین نیستن. هرچی این درجه جامعه بازتر باشه، برخلاف نظرگاه فروید، بحث میکنه در این زمینه که شما هرچی جامعه رو آزادتر بذارید، جامعه رو از اون میخواد تو جامعه جوامع جهان سومی مثل کشور میدلیستی به خصوص ایران، جنسیت یا غریزه جنسی رو سرکوب میکنن دیگه. به سرکوب غریزه جنسی آدم رو ریاکار بار میاره. جامعه ما چرا جامعه ریاکاره؟ چون سرکوب جنسی داره اتفاق میفته و همین سرکوب جنسی باعث میشه که این جامعه اینجور آدم ها پرخاشجو باشن. چرا بسیجی ها پرخاشجو هن؟ بخاطر اینکه اینا جور سرخوردگی و سرکوب جنسی هن. مشکل فقط مردم عادی نیست، خود بسیجی ها هم. مثلا شما در اول انقلاب اینها رو بسیجی ها رو میبردن تو جبهه و آموزش میدیدن، اینها از روز جنسی جوان بودن، خب بالاخره میگیم جامعه بسته بوده. همزمان آقای آهنگران میآوردن، واسه اینا آواز عاشقانه میخوند، وعده میداد این پله رو برید اونور، وارد اون جهان که بشید امام حسین میاد شما رو بغل میکنه، بعد از اونم نفر یه دونه هولی بهتون میده. یعنی چی؟ فلسفه این چیه؟ یعنی جامعه ای که دچار سرکوب جنسی باشه بیشتر جنگ و تولید میکنه. واسه همینه که شما تو احزاب سیاسی، از احزابی که مثلا توتالیترن، اقتدارگرا هستن، معمولا ضد عشقن، چون عشق با خودش عشق بازی میاره، فرهنگ بازی میاد. در فضای اشبازی ما سرکوب جنسی نداریم. معمولا کسی که دچار سرکوب جنسی نیست، غرایز جنسیش جواب میگیره، این آدم رو به سرعتی نمیشه خر کرد به جلوی گلوله سینه کرد. اینها سربازان خوبی نمیشن. نه اینکه سربازان خوبی، اگه به خاطر حق خود آزادی خودشون باشه میجنگن. الان شما توی انقلاب کردستان همین عاشقا رو میبینید که میجنگن. اینا عاشق زندگی هستند که دیگه شعار مذهبی نمیدن. در اصل نسل تازه است که شعار مذهبی نمیده. این ثمره اون کار تئوریکی که در دهه 70 شده. این نسل بعد از دهه 70، دهه 70 ما اینترنت نداشتیم. بعد از اواخر دهه 70، سال 79 تازه اینترنت یه ذره سرعتش بالاتر میره. وبلاگ نویسی شروع میشه، وبسایت شروع میشه و ما یه دریچه باز میشه. در این زمانی که مثلا اون کسی که سال 65 متولد شده الان مثلا 6 7 سالشه. تا سال 80 اینا میشن 17 سال. یعنی آغاز از لحاظ اکتیویستی، از لحاظ عملی، آغاز انقلاب سکسی در ایران سال 1380، سال 1379. چون اون نسلی که تحت تغذیه این فرهنگ تازه قرار گرفته بود اینجا به بلوغ میرسه، به بلوغ میرسه و میفهمه که خیلی از این اعتقاداتی که به اخلاق، به مذهب به خودش دادن مهمله، ضد زندگیه. در اصل بعد این ثمره جنگ هم میدید، بسیجی ها رو هم میدید، سرخوردگی ها رو میدید و میدید که اینا چه همین که به تحصیلات میرسن خودشون حرمسرا باز میکنن. اغلب پاسدارایی که دکترا گرفتن وقتی به پول میرسن، به موقعیت میرسن، کمپلیتلی زندگیشون عوض میشه. هر کدومش 6 تا سیغه داشتن، 5 تا همسر داشتن یا ملاها. عملا اعتماد خاصی میفته و این نسل به یک جور شعور میرسه، شعور ذاتی. یعنی شما ما مشکل هم داره این نسل. از یه طرف این نسل میره تو مدرسه، یه تعالیم اسلامی بهشون تدریس میشه، پدر مادر تقریبا از نسل ما پدر مادرشون بودن، تقریبا روشن فکرن، پدری یه چیز میگه، مدرسه یه چیز دیگه میگه و اینجا ما دوالیست داریم. ولی یه برزخ واسه تولید میشه اسم اینترنت. تو اینترنت یک چیز دیگه میبینه. بین این ستا باید انتخاب بکنه. بین این ستا نومدرنیست موفق میشه، مدرنیست موفق میشه. آنچه که تو فضای اینترنت بهش میدن و فضای اینترنت یک زندگی مجازیه، زندگی مجازیه که از زندگی واقعی سبقت گرفته. چرا؟ چون آزادی درش وجود داره. چون در دهکده جهانی مارشال مکلوهان ما آزادی داریم، اینو انتخاب میکنه. واسه این، چون اینو انتخاب میکنه، زندگی عملیش هم به این سمت میبره، طغیان میکنه، طول مانتوها بالاتر میره، روسریش رو بالاتر میبره، نوع پوششش عوض میشه، دیگه زن اون تو سری خوره نیست. دختر کسانی هستن که میان دختران خیابان انقلاب تشکیل میدن و این وسط جامعه زیر بار نمیده. شما میبینید که مثلا
و اما همزمان میشه این پروسه انقلاب سکسی با ازدیاد با شیوع ایدز. ولی جامعه بسته است، سیستم حکومتی نمیخواد درباره بیماری های مخالفتی صحبت بشه، در جامعه داره سوزاک و ایدز کلاک میکنه، اما در مدرسه آموزش داده نمیشه. چرا؟ چون حکومت ضد این است. حکومت میترسه که این چشما باز بشه، آگاهی بیشتر بشه، دیگه نتونه اون سرکوب جنسی رو اعمال بکنه، چون از طریق سرکوب جنسیه فقط میتونه به اهداف خودش برسه. حالا چه اتفاقی میفته؟ میاد فکرم شما سوال دارید، من دارم میتونم ادامه بدم. اصل قضیه اینه که شما تو این فاصله فمینیست ها اکتیو میشن، شروع به فعالیت میکنن. مثلا شما اینو بخواید، این معادل انقلاب سکسی که در کشور ما از سال 1380 شروع شده، یعنی الان 16 ساله، شما این رو از لازم توی هلند، کشوری که شما زندگی میکنید، فکر کنم سال 1965 اکت میخوره، توی امریکا سال 1968 اکت میخوره، تو اروپا یعنی معمولا از سال 1960 به بعد، یعنی 15 سال بعد از نویسش کتاب انقلاب سکسی، وقتی ویلهلم رایش این کتاب در امریکا منتشر میکنه، 15 سال بعد از اون شما میبینید که توی امریکا هیپیا رو داریم. هیپیا چی میگن؟ هیپیا میگن جنگ نکن، عشق بازی کن، این شعارشونه. چرا این حرف میزنن؟ میگن عشق کن، وقتی عشق میکنی اون سرکوب غریزه‌های جنسیت سرکوب نمیشه، تو بیهوده عصبی نمیشی. چرا جامعه ما پرخاشوه؟ ریاکار نمیشی. در جامعه‌ای که دچار سرکوب جنسی نیست، ما سلسله مراتب نداریم، دیکتاتوری نداریم. معمولا شما در کشورهایی که دیکتاتوری چه کمونیستی، تو ایتالیا وقت استالین چیکار میکنه؟ پیش از استالین دوره لنین از لحاظ جنسی فضا بازتر بوده، ولی استالین فضا رو میبنده، کلاسیکش میکنه، به همون نسبت دیکتاتوری و خشونت در جامعه بالاتر میره. جمهوری اسلامی هم همینه، اصلا دلت به جامعه دینی و جای دیگه نداره. هر جایی که فضا باز نبود، مثلا فروید تئوری داره در قرن 20، تئوریش این بوده که در جامعه‌ای که معمولاً افسار سکس رو شما رها می‌کنید، اون جامعه مدرن بشو نیست. یعنی ما جامعه تشکیل نمیشه، جامعه نخواهیم داشت، همه چیز بدوی میشه. این تئوریش غلط بود. بعد اون امثال هربرت مارکوزه، امثال همین ویلهلم رایش، امثال آلفرد کینزی بحثای جالبی داره. مثلا خیلی نقش داشت آلفرد کینزی توی بس دادن این مسائل. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا اولین بار بود که آلفرد کینزی درباره خودارضایی زنها صحبت میکرد، درباره همجنسگرایی زنها صحبت میکرد، درباره مسئله پلیژر و لذت در امور بانوان صحبت میکرد. تو جامعه بسته اون موقع این یک چیز عجیب غریب بود، مثل بمب بود. یک متفکر میومد درباره این فضا حرف میزد و اینها تو خیلی تاثیرات خاص خودش رو داشتن. تمام این کتابا که ترجمه میشه، متفکرای ما، شاعران و نویسندگان ما، اینها رو وقتی برمیگردونن به فارسی، اونجا اتفاق فرهنگی میفته. واسه همینه که فرهنگ ارجحیت داره برای هر چیز دیگه. جامعه ای که اگه بخواد سیاست لیبرالی داشته باشه، اول باید فرهنگ پیشتازی داشته باشه. اون کار فرهنگی شده، الان نسل جوانی میاد که شجاعه. تازه آبشخور فلسفیش بالا نیست، چون ترجمه نمیشه و خود حکومت هم کنترل نمیکنه. مثال میزنم، شما توی سال 1965 توی امریکا وقتی که قرص ضد بارداری وارد بازار میشه، مثلا کاندوم خیلی کم مصرف میکردن، زنها توی آزادی جنسی نداشتن، به خاطر اینکه هر لحظه ممکن بود حامله بشن. از طریق جامعه هم کلیسا هم حکومت میکرد، سخت جنین هم آزاد نبود، واسه همین زنها محدود بودن در رابطه جنسی. واسه همین خیلی لذت پلیژر در پروسه مسائل جنسی مهم نبود توی امریکا. وقتی قرص بارداری میاد، در واقع زنها از زندان آزاد میشن، زنها دیگه میتونستن لذت انتخاب بکنن، میتونستن سوژه های سکشوال خودشون انتخاب بکنن. تازه زندگی زنان از سال 1965 آغاز میشه، به خاطر اینکه قرص ضد بارداری وارد بازار میشه. به همون نسبت مذها هم جلوگیری میکنن، کاندوم هم رواج پیدا میکنه. به این چه اتفاقی میفته؟ به جای اولش کلیسا مقاومت میکنه، جامعه خشن بود اون دوره دیگه، ولی الان ما در امریکا آزادی داریم. اول کلیسا مقاومت میکنه، مذهب مقاومت میکنه، ولی بعد از یک پروسه ما عملا میبینیم که همه چیز به تعادل میرسه. به این جذاب ببخشید، خواهش برم جناب عبدالرضایی، من با خانمهایی که در هلندی هستن با هم صحبت میکنم، با کسایی که 60-70 سال
سن دارن و راجع به هر حال فرهنگشان که صحبت میکنن، دقیقا من میبینم که دارن میگن فرض کنید 50-60 سال پیش هلند همین مسائلی داشته که در ایران ما داشتیم، شاید حتی ما بعضی جاها از اینها از نظر فرهنگی پیشتر بودیم، ولی وقتی که میبینن که این به ضرر کشورشانه و به هر حال باعث مشکلات عدیده‌ای شده که الان جامعه ما هم به این مشکلات دست و با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه و هر حال قوانینشان عوض میکنن و نه اینکه تنها قوانینشان عوض میکنن، همگی بدون استثناء به آن عمل میکنن و این خب خیلی مهمه که چقدر به هر حال سیاست گذاری هایی که میشه دولت ها بکنن در جامعه میدونه مؤثر باشه. راجع به کودکان و جوانان صحبت کردید، راجع به چنگانگی به هر حال که بچه‌ها، چون ما هم در اون جامعه زندگی کردیم در بعد از انقلاب، بچه‌ها می‌رفتن مدرسه به هر حال یه آموزشی می‌دیدن، بعد می‌اومدن. خب ما می‌دونستیم که من به شخص خودم این مسئله رو با بچه‌هام داشتم که براشون میگفتم نه مثلا اینطوری نیست، فرض کنید که این مسئله که اونجا گفتن در برابرش مسئله فرض کن فرهنگ ایران براشون توضیح میدادم یا این که از قبل براشون میگفتم. خب بچه حالا اون موقع شاید بچه ها تا مثل الان که خیلی دسترسی به اینترنت راحت تر دارن، اون موقع نبود، ولی با این حال بچه ها در یک فضای چنگانه بزرگ می شدن و بعد از شاید بعد از این نسل فرض کنید 60 یه جور مد شده بود که فرزند سالاری، چون همه پدر مادرها به هر حال یه تجربه های خیلی بعد یه پشت سر گذاشته بودن، حالا آمده بودن دیگه خیلی به بچه ها بها میدادن و هرچی بچه ها میخواستن در دسترسشان میذاشتن. به هر حال مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا جامعه جوان این نسلی که الان هستن، نسل 70-80 و نسلی که کودک هستن و دارن به هر حال روش میکنن و اینها در واقع فردا سکاندار همه اون مسائلی هستن که در ایران هست. شما از این نسل صحبت کردید، ولی باز برای من سوال هست که خب این نسل از یک طرف یه جور حتی والدین خودشان هم شگفت زده کردن، چون همه والدین در اونجا به هر حال خیلی پیش رو شاید فکر نکنن، سنتی باشن در روستاها، به هر حال نگرش ها فرهنگ ها روشان تأثیر داشته باشه. این بچه ها به هر حال چی میخوان؟ چی شما که بیشتر باشن در تماسید میخوان چی کار کنن؟ شما چطوری به هر حال آینده این بچه ها رو میبینید؟ این نسل ها رو میبینید؟ من فکر میکنم یه گپ وجود داره، یه شکاف عمیق وجود داره بین نسل های گذشته به نسل جدید، به خاطر این نسل های گذشته زمان خودشون زندگی نکردن. شما میبینید که مثلا سال 57 شما از پروسه انقلاب مشروطه از سال 10 سال پیش تا سال 57 میبینید که جامعه به یه سری از اهداف در راستای تحقق اهداف انقلاب مشروطه جامعه حرکت کرده. لااقل آدم ها آزاد بودن که لباس بپوشن، خب؟ آزاد بودن که دینشون رو انتخاب بکنن. این چیزهایی که بعد سال 57 از شما گرفته شده، خب؟ یعنی آزادی اگه مثلا حالا من نمیخوام بگم زمان شاه چیز اختلاف سیاسی بوده، خیلی مشکلات بوده، یعنی یه سری آزادی ها بر اساس منشور انقلاب مشروطه ما بهش محقق شد در جامعه. ما از سال 57 برمیگردیم عقب، به اون نسلای گذشته مقاومت نمیکنن. نسلی که در سال 57-18-19 سالش بود قبول میکنه حجاب بذاره، به یک معدود زنانی که اعتراض میکنن سرکوب میشن، توسط اکثریت سرکوب میشن، اکثریت نابالغ، اکثریت بی سواد،
خب چون جهان رو نمیشناخت. ما معدود کسانی بودن مثل روشنفکر، معدود روشنفکرای معتبر بودن که اعتراض می‌کردن، مثل شاملو که بهت میشه که مثلا پیشبینی کرد که با معمم با خمینی جامعه دچار قربانی ارتجاع میشه، این جمله معروف شاملو بوده. اینجور آدم کم بود. خیلی از روشنفکران ما، حتی کمونیستای ما، میرن دست بوسه خمینی و این معنیش اینه که از فرهنگی به شعور کامل نرسیده بوده. الان جامعه ما هنوز درک درستی از فمینیست نداره، کما اینکه در جهان هم اینجوریه. مثلا ربکا وست، یکی از زنان منتقد معروف انگلیسیه، وقتی نظرش درباره فمینیسم میپرسن میگه که من نمیدونم، هر وقت من صحبتی میکنم که در اون حرفا نشان میدم که روسپی نیستم، نشان میدم که یک زن توسری خور نیستم، به من میگن فمینیست. یعنی این جامعه تا در غربم یک جوی مرد سالانی وجود داره که یک منتقد میداره میگه که من، یعنی این یه جوی اعتراض علیه فمینیسته. یا ما یه بحث داریم الان سالها قبلتر، میگیم مثلا برتون کرافت یک فمینیست معروفیه. مثلا با روسو یک جمله ای داره تو کتاب امیلش، روسو میگه که زن آفریده شده برای مرد، در برای زیبایی زن بود. اون تو جمله‌اش میگه زن برای مرد که آفریده شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثل اسلام، مثل ادیان، تو به حق مسیحی بود دیگه، این ادیانی ریشه مشترک دارن. همون ماجرایی که دفعه پیش من گفتم، اینجا دیگه گفتم، نمیدونم قاطی کردم تو صحبت می‌کنم، معمولا زن رو معادل با شیطان میدونن دیگه. مثلا زن شما رو گمراه میکنه، مواظب باشید از حرفا، از این طریق سرکوب جنسی رو اعمال میکنن. حالا اونجا ورسون کرافت یک بحثی داره، میگه که زن رو شما مجبور کردی، در خونه زندانیش کردی، بعد اون سر اون بیکاری مثل پرنده زندانی میمونه که بیشتر به پروبارش میرسه. زیبایی مختص زنها نیست، مرد هم میتونه زیبا باشه. چون زن رو به خونه، در خونه زندانی کردید، وقت خالی بسیار داره، به خودش میرسه و ازش به عنوان این یک جور استعمار زن هست از یک زاویه دیگه. خب طبیعیه زن جدید، نسل جدید اینها رو میخونه، اینها رو لمس میکنه. وقتی که با پلژر، با لذت یه جور دیگه داره برخورد میکنه، اون هم مرد رو به عنوان چیز میخواد، ابژه لذت میخواد، اینها بالا پر میگیرن. من موج بعدی انقلاب جنسی در ایران اینه که الان همه دارن عمل میکنن. شما میبینید که مردها هم ابرو رو برمیدارن، مردها هم آرایش میکنن واسه نسلهای قدیم. خب هزار جا اسمشون دارن میذارن. من اینو جدی میگم، این انقلاب یک جایی ضربه میزنه به ظاهر، ولی من پشت این تغییرات یک رنسانس فرهنگی میبینم، یک رنسانس سیاسی میبینم. ما باید این خطر رو ببینیم. این باطلاقیه که باید ازش رد بشیم، باطلاقیه که مذهب واسه ما درست کرده و توی جزیره ایران گیر کردیم. از این متعرض نشیم، نمیتونیم مدرنیته رو به طور کامل تجربه بکنیم. ما تو غرب آره، مثلا همین انقلاب سکسی باعث شده که بسیاران اینجا سینگل مام هستن، ولی خیلی راضی ان که سینگل مام باشن. یعنی اون پروسه ازدواج، تشکیل خانواده و زن و شوهر واسه همه ایدئال نیست. خیلی زنها راضی ان سینگل مام باشن، سینگل پاپ باشن. مثلا خیلی واسه که اینجوریه. شما مثلا وقتی اخوندا میخوان بترسن، میگن که آمار طلاق بالا رفته. خب یک جایی هم طلاق خیلی خوبه، همه جا بد نیست و خیلی وقتا خانواده در ایران تحمیلیه. بعد میگه چه معنی داره دختری که 15 سالگی ازدواج کرده؟ طبیعیه که وقتی اون زن به شعور برسه، به 30 سالش برسه، ممکنه چیز بشه، از شوهرش جدا بشه. بعد معمولا شما نگاه بکنید تو فضایی که ما تو ایران داریم، سرکوب جنسی اومده مثلا مهمانی. هیچ جای جهان مثل تهران، مثل ایران مهمانی نمیگیرن و اغلب این مهمانی‌ها یک منش جنسی دارن، منش سکسی دارن، در صورتی که میدونن که اگه تو مهمانی مشروب بخوری شلاق میخوری. کجای کشوره، کجای دنیاست تو بدونی اگه تو رو بگیرن بعد از مشروب شلاق میخوری، ولی بری مشروب بخوری؟ این جامعه رو مقاوم کرده. دین گفته که اگه سکس بکنی 84 ضربه شلاق میخوری. این جامعه داره این کارو میکنه و در تمام مهمونی‌ها اتفاق میفته. عبدالرضایی میگن که در بین نسل‌های 70 و 80 ها در به هر حال در ایران انقلاب جنسی رخ داده که کمتر به آن خود حکومت میپردازه و حتی شاید که جامعه یا افراد جامعه ایران هم در لفافه راجبی صحبت کنن. چرا در قلب یک حکومت اسلامی ما شاهد این پدیده هستیم؟ اسلامی که آمده بود که حالا به هر حال جلوگیری کنه اصلا از این قضایا،
مگه میشه که با طبیعت سر جنگ داشت و این آخوندها و به هر حال اون نگرش و ایدئولوژی از یه طرف میبینند و یعنی وقتی که شدید با این امر مواجه میشن، اول خب سنگسار کردن بسیاری از زنان و مردان اوایل انقلاب اگر که خطایی در این مورد داشتن، حالا نمیدونم باید بگیم خطا یا هر چیز دیگه، سنگسار میشدن و وقتی که دیدن که نمیشه واقعا جلو این جامعه رو گرفت، آمدن مثلا امر صیغه رو برپا کردن. حالا شما که با این نسل تازه، نسل 70 یا 80 یا بیشتر در ارتباط هستید، بین آنها چی میگذره و برای ما به هر حال شرحی بدید که چه خبر؟ من نیدم دقیقا سوالشون به کدوم گوشه چیز داره، ولی اصل قضیه اینه که شما میبینید یک جامعه، یک حکومت دیکتاتوری 40 سال در تمام عرصه‌ها شکست خورده و در تمام عرصه‌ها مردم باش مخالفت دارن، به خصوص نسل جوان اینا رو به عنوان ابله نگاه میکنن. میدونید نسل جوان هر یکی از چیزایی که اصلا سکس کردن، عمل سکسی یک عمل بدل به یک عمل اعتراضی شده. شما اغلب دخترای جوان میبینید دیگه باکره نیستن مثل سابق، اغلب پسرای جوان میبینید دیگه باکره نیستن تو مدارس، نوع رابطه ها، رابطه های دختر پسری اصلا جنسیت از بین رفته. یعنی سکس کردن یک عمل اعتراضی میدونن، یک عمل سیاسی میدونن، یه دلیلش اینه. از طرفی غریزه جنسی شما ببینید غریزه انسانیه، سرکوب اون وقتی شما این حبسش میکنید، حبسی که حبسش میکنید ناگزیر از انفجاره. به سال 1380 ما این انفجار رو دیدیم. الان شما اغلب خانواده ها این همه از اسلام و شیعه و اینا حبس میکنن، بسیاری از زوجهایی که در تهران زندگی میکنن اینا عقد کرده نیستن. الان توی زوجهای جوانی که با هم هستن در بخصوص در آپارتمان های بالایی شهر، اینا به هیچ عنوان عقد یا صیغه ندارن، همینجوری با هم زندگی میکنن. یعنی انتخاب کردن. حکومت هم اینو میدونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه چون از آمار فراتر رفته، قابل کنترل نیست اصلا. اینا همش اعتراضه، به اعتراض یک گونه دو گونه نیست. یکیش اینه که خود سکس اصلا سمبل آزادی شده، بعد دومیش اینه که شما ببینید یک بحثای فلسفی هم دارن اینا. بالاخره انسان با لذت آفریده میشه، شما آفریده میشید، یک پریود، یک شانسی پیدا میکنید که سنگ نشید، که شی نشید، انسان میشید. از این فرصت انسانی باید استفاده بکنید دیگه. پس این فلسفه این زندگی به قول نیلیستای اکتیف، امثالی مثل آلبر کامو بزرگترین قهرمان و عیاش میدونه، به فرض دارم میگه، خب یک عیاش بزرگ، بزرگترین قهرمان این قرنه، چون همه مجبوریم یک پریادی رو میایم و میمیریم. الان شما میبینید که در اغلب این ماجرایی که ما داریم سر مردا زیاد بحث شده، بریم سر زنها ناگهان در ایران با مقوله لذت آشنا میشن. نه ایران، اصلا سال 1960، اصلا میرسیم سر بحث آلفرد کینزی که ناگهان از ما میبینیم که لزبیان ها شروع میکنن به فعالیت کردن. ما الان قوی ترین رمانی که تین سال هاست در انگلیس دربارش حرف میزنن مال جنت ونترسونه. جنت ونترسون یک رمان نوشته، یه لزبیانه، به اسم پردخال ها فقط میوه نیستن. مثلا این فمینیست های ایرانی هی حرف از دم از فمینیست میزنن، ولی این رمان هنوز در ایران منتشر نشده، هنوز ترجمه نشده. یعنی این رمان شاهکاره، به شالوده انقلاب سکسی شما تو این رمان ببینید. درست رمانه، ولی از یک هیئت فلسفی داره، یه هیئت تاریخی داره. شما در این رمان جنت ونترسون خودش مؤلف یک لزبیانه و این رمان در جامعه انگلیسی مطرح میشه. هنوز در جامعه ما به اون حد نرسیده انقلاب سکسی که یک لزبیان به مثابه یک نویسنده صاحب اعتبار باشه. هنوز ما زاویه داریم، هنوز جنفر قاطی گیه بهش میگیم فلانی چیزه، باید منفی بهش نگاه میکنیم. فلانی اگه ترانس اگه باشه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما زمان رو گم کردیم. شما اگه سالها قرنها به این دورتر میبینید که انسان غریزه جنسیش در کل بدنش پخش شده.
بعد از ادیان، یعنی بعد از موسی، بعد از کتاب تورات اینا، شما میدونی خلیجه جنسی هدف پیدا میکنه، هدفش تولید مثله. شما میدونی که یهودی های خیلی کلاسیک، خیلی معتقد، اینا اصلا میدونی که لذت بردن جنسی رو گناه میدونن و مسلمان ها، مسیحی ها متعصب از یهودی هستن، گناه میدونن. مثلا اگه می فقط به عنوان تولید مثل نگاه میکنن، یک خانم رو لخت میکنن، یک پاشه سفید میذارن، یه جایی رو سوراخ میکنن، فقط به اون دلیل، اینقدر که تولید مثل بشه. شما در انقلاب جنسی اونجا در اروپا سال 1965 میبینید که ناگهان زن با مخوله لذت آشنا میشه، در باره خودرضایی زنها کلی بحث میشه از باره روانشناسی، بعد میرن سر همجنسگرایی زنها. و یه نکته‌ای که خود آلفرد گینزی دربارش خیلی حرف میزنه، درباره این زنانگی مرده. و ما اینجا یک بستر فلسفی رو میبینیم که وارد روانشناسی میکس میشه و جامعه رو از اون حالت سرکوب در میاد. تمام اینها الان کم کم به ایران میرسه و جوان ها با اینا آشنا میشن، اینا مقالات علمی هستن. هنوز آلفرد گینزی در ایران ترجمه نشده. هنوز مثلا ما یک بخش هربرت مارکوزه که درباره انقلاب جنسی بحث میکنه، مثلا هربرت مارکوزه کتاب زیبایی شناسی دانش مرجویی ترجمه کرده فقط. ولی مثلا این نگاه هربرت مارکوزه به معنی از یک فیلسوف، اگه مثلا هربرت مارکوزه برخلاف چیز فروید معتقده که جامعه‌ای که سرکوب جنسی درش وجود نداشته باشه، آزادی جنسی درش وجود داشته باشه، تنها جامعه‌ایه که میتونه به آزادی برسه. یعنی در این جامعه خشونت وجود نداره، زنها کتک نمیخواهند، مثلا لاتها وجود نخواهند داشت. مثلا میگم این بگن عجب یابوییه. اسب خشمگین اسبیه که نزدیکی مدتها نزدیکی نداشته باشه. میدونی چی میگم؟ جناب عبدالرضایی، خب الان شما از کتابهایی نام میبرید که بیشتر نویسندههای خارجی هستن، ولی خب کتابهایی هم ما شاهکارهای ادبی حتی داریم در رابطه به هر حال انسانها با هم، مثل ویس و رامین یا کتابهای دیگه. ولی به هر حال نرم جامعه به نوعی حفظ شد. در حکومت اسلامی شاید اگر که این حکومت عوض نمی شد، بازم ما شاهد این به قولی پدیده‌ای که الان در کشور هست شاید نبودیم، چون نیاز پیدا نمی شد اگر که به هر حال اون آزادی مدنی برای افراد بود. اینی که من فکر میکنم یک طرفش فشارهای خود این نظامه که برعکس جواب میده، یعنی برعکس خودش اون چیزی که نظام که میدونیم بحث ما چیه. یه سری بحث میدونیم، این بحث خیلی بحثی پیچیده و کمپلیکیتدیه، اطراف زیاد داره، ما نمیتونیم این شاخونه. مثلا شما به سورا میدونیم وقتی مثال میزنیم، اصلا ما نگاه ما از سنتی به سکس اشتباهه. شما یجمیرجان به خیلی کسایی هم بیگم دارید، ولی وقتی که از فضای سکشوال می نویسن یه بحث میکنن، تحقیر پشتشه. یعنی میدونی انگار یه جور تجاریب کردن پشتشه. تا اغلب به کتابای ما فارسی عربی شما وقتی که از سکس حرف میزنن، از نزدیکی حرف میزنن، اون تقدس نزدیکی، زیستی بودن، لذت محور نیستن، لذت دو طرفه است. و در اینجور کتاب ها شما همیشه مرد فاعله، ما فاعلیت داریم، رجولیت، رجل یکی. اصلا اینا ها بحث ما نیست. اتفاقا ما بحث ما فرض بگیریم که دهه هفتادی و هشتادی ها به دنبال لذتجویی هستن و به هر حال نسلی هستن که حالا شاید خود ما هم زیاد نمیشناسیم، البته شما که به هر حال محبوبی بین آنها و اونها هم شما رو میشناسن، ولی به هر حال میخوام بگم که من از طرف دیگر ما میبینیم که در جامعه ایران یک عامل دیگر به هر حال این مسائل فقره. حتی ما میبینیم که زنها و مردهایی که سنی ازشان گذشته اونها رو هم در واقع
حالا اگر که مشکل یا هر چیزی که دیگه اسمش میشه گذاشت، در واقع اون نرم طبیعی در جامعه به هم ریخته از هر نظر. بد نیست راجع به اینم شما صحبت کنید. مقاومت بیفایده است دیگه، آخه جهان رو ما باید نگاه بکنیم دیگه. به هر صورت امریکا، هلند، کشوری که شما هستید، انگلیس، وقتی که انقلاب سکسی رو مهار کردن، یعنی انقلاب سکسی رو به طور کامل که کاتش نکردن که، برای هر چیز تازهی منفعتهایی داره و زیانهایی داره. یک حکومتی که مدیر و مدبر باشه، در جامعه شناسی درستی برخوردار باشه، تکه یک سیستم جامعه شناسی، تئوری جامعه شناسی درست، اینها مهار میشن، کنترل میشن. در جامعه ما این کنترل شده نیست، لزوما چیز بدی نیست. یک بخشش میتونه بسیار مثبت باشه، انسانی باشه، به سمت انسانی شدن پیش بره. ولی در کشوری که مثلا علایی، برادران علایی رو دستگیر میکنن به خاطر اینکه اینا تحقیق کردن، هشدار دادن نسبت به ایدز، بیماری ایدز، اینا از جان پزشک کردن، از جان مایه گذاشتن، کار کردن، اطلاعات دادن به جامعه، گفتن با به هوش باشید، اصلا مصاحبه کردن درباره بیماری‌های مقاربتی درباره ایدز در ایران قدغنه. خب چون اینجور حکومتی دارید اونجا، یعنی اینجور آدما باید توسط جامعه تقدیس بشن، اینجور آدما باید ستایش بشن، ولی حکومت میاد اینا رو زندانی میکنه. 9 سال به این برادران، دو تا برادر زندانی دادن، 9 سال حبس، به خاطر اینکه تحقیق کردن، به جامعه هشدار دادن نسبت به شیوع ایدز. خب شما مثلا میبینید یک ایرانی میاد، حالا من نمیخوام خیلی چیز بکنم، یک بستر فرهنگی هم هست، شما مثلا خیلی چیز نگید، فکر نکنید گذشته ایدئالی دارید، یا مثلا ما خانه از پایبس میرن، ما 1300 سال فرهنگ مذهبی داریم، بعد یک فرهنگی هجوم آورده، ما اونو یک بخشی تا دوره صفوی اونو ایرانیزش کردیم. ما با اون چیز عربی که اومد بود، با همخوانی، هم زبان سامی بود، هم فرهنگش بدوی بود، با ما خیلی اشتراک نداشت، ما اون فرهنگ رو عوض کردیم. ما از دل اون فرهنگ حسین صحرای کربلا رو در آوردیم، یعنی سیاوشیزه کردیم حسین رو، ما علی ابن ابی طالب رو میترائیزه کردیم، یعنی شمشیر دولبه مثلا مهر رو دادیم به علی، اسمش رو گذاشتیم شمشیر ذوالفقار. تا اینجا موفق، تا وقتی که دوره صفوی شیخ محقق کرکی رو از لبنان میاریم، بعد از اون دوره بر میگردونیم، یعنی از اونجا یک اتفاق دیگه میفته و اونجا بستریه که دوباره سرکوب جنسی، سرکوب حسی اتفاق میفته. من اون بحثی گفتم که ما تمام بدن ما نیاز دچار غریزه جنسیه، و بعد از دین یهودیا، بعد از مسیحیت، اسلام، ما آلت تناسلی پیدا کردیم. این آلت تناسلی مهم شد چون اونجا مرکزی بود که باید تولید مثل اتفاق میافتد. بحث من این بود که حالا انحراف جنسی، مثلا میگه فرانی از جنسی منحرفه، این غلطه، این جمله، ما چیزی به اسم انحراف جنسی نداریم. الان شما در ایران به هر چیزی میگن انحراف جنسی، ولی این غلطه، چون این جنسیت کل بدن بادی ما دچار غریزه جنسیه و نیاز داره، یعنی یه نویانگ، اینا باید کنار هم دیگه قرار بگیرن، فقط از این بابت کار کرده تو جامعه ما، روشن فکرای ما هم در این زمینه کار نکرده. خب شما الان بهم میگین که فاصله افتاده بین جوان امروز، جوان امروز به غریزش پایبنده، به غریزش متعهده، صدای درون خودش رو میشنوه، یه فیلم خارجی میبینه خودش رو قیاس میکنه با اون، بعد میگه یعنی چی، اون فقط مسیحیه، من مسلمانم، اون چرا اینجوری حس میکنه، بعد به خودش گوش میکنه، میبینه دقیقا همون حس رو داره، فقط اینجا سرکوبش کردن. حالا والدین هم همونه، همون مذهبه، همون فرهنگه، فرهنگ مذهبیه در واقع، نه فرهنگ ایرانی. فرهنگ ایرانی خیلی اوپن مایند بوده. ما در ایران باستان به ازای هر روز، هر ماه یک روز شادی داشتیم. این روز شادی که میدونیم به عربا بهش میگن لعب العب نیست، شعفه، شادی هزار دلیل داره. بعد در جامعه ما این بدل کردن به روز غم و غصه، روز پوشش، روز حجاب، میدونیم. خب همه اینا، این سرکوب ها جامعه رو جور خفقان میکنه، ژن ما ژن سرکوب شده ای، حتی واسه این نمیتونیم خیلی به گذشتمون بباریم، یعنی گذشته ادبی ما هزار سال تاریخ ادبیات داریم دیگه، از فردوسی بگیم تا الان، و یک بخش بزرگی هم حذف شده. حکمت ایرانی به طور کامل سوزوندن کتابای ما رو، ما چیزی به اسم حکمت ایرانی الان نداریم. نمیخوام پراکنده بشه، ببینید بس قبلی یک گپ بزرگ بین انسان امروز، چون الان ما در دهکده جانی مارشال مکلوهان زندگی میکنیم، شما وقتی با اینترنت سر کار داری دیگه نمیتونی بگی من تو علی عواد کتول زندگی میکنم،
نمیتونم بگید در شهر شما لنگرود زندگی میکنم. شما در دهکده جهانی مشهور مکران هستید. شما میتونید با هر کجای جهان چت بکنید. من الان شما وب میدم پشت خونه ای من الان اینجا من مرکز لندن دیگه. همه خیابونا رو بهتون نشون میدم. شما یه لحظه با تخیل میین همینجا زندگی میکنید. یعنی همه چیز ملموس شده الان واسهتون. در نتیجه ما توی پروسه گلوبالیزیشن جهانی سازی جهان مسطح شده. الان تلفن خونه من خراب بشه من با موبایلم زنگ میزنم یک هندی تو هندوستان کوچولو برمی داره با اون مشکل منو رفع میکنه. این تمام سیستم مخابرات ما برق ما همه چیزای تو لندن اپراتورش تو هندوستان نشسته. این مسطح سازی جهانه. یعنی چی؟ یعنی اون داره با من کار میکنه، مشکلات منو رفع میکنه، کالچر من روی این تاثیر میذاره که ایرانم وارد این بازی میشه. الان ایران در زیرزمین جهانه. همین که حکومت عوض بشه شما دوباره یک فرق یک انقلاب سیاسی دیگه اتفاق میفته. فقط انقلاب سیاسی نیست، انقلاب اجتماعی هم اتفاق میفته. ما جامعه بسته ای هستیم به شدت. به این رفتی فقط به حکومت نداره، رفتی به نسلای گذشته هم داره، رفتی به تاریخ هم داره. ما باید بدویم به جهان برسیم، به حرکت جهان برسیم. ما هرگز یه آدم مثل ویلهلم رایش نداریم، یکی مثل هربرت مارکوزه نداریم. چرا؟ اونها درباره مسئله امروز جامعه میتونستن بحث بکنن، ولی من اگه بحث بکنم تبعید میشم. چیز از هم در زمان شام اینجوری بوده، خیلی کمتر، بسیار کمتر در زمان آخونده ملاها بسیار بیشتر شده. و این چه اتفاقی میفته؟ اون فاصله، اون گپ رو بیشتر میکنه. شما میرین سراغ قرآن، مردی میخواد بره مشهد، شبانه جدا نهج البلاغه میخونه یا داره چیز میخونه، قرآن میخونه. جوان امروزی ربطی به اونا نداره اصلا. اگه جوان امروزی به من گوش میکنه، نه اینکه عاشق چشم ابروی من باشه، نگاه میکنه که من نوشته هام راحت تره، من بهش دروغ نمیگم، عاشق منم نیست، احساس میکنه من باهاش معاصل ترم. مثلا الان خود نیروشفیرهای ایرانی من میگن که مشکل دارن با من. مثلا یکی مثل هلن سیکسو در ستایش چیز مینویسه، در ستایش ما یک نویسنده ای داریم ساد مینویسه، مارکیدو ساد، یک نویسنده ای که بسیار در باید به سکشوالیتی میپردازه، خیلی نوشتار لختی داره ساد. بعد هلن سیکسو مطرح ترین مثلا یا مثلا دوبوار، اینا مطرح ترین فمینیست های چیز هستن، فرانسه هستن. در واقع باید به چیز بگن، به ساد بگن ضد زن، ولی مهمترین نقد ها و توضیح ها و رساله ها رو درباره ساد می‌نویسن، چون جامعه بازه. اینا فمینیستن، ولی فمینیست ایرانی فکر میکنه علی عبدالرضایی خطرناکه. چرا؟ چون علی عبدالرضایی همه چیز لخت توی رمانش، توی شعرش میگه. مثل آلتای جنسی اسمای مسخره نمیذاره، آن چیزی که فرهنگ میشناسه، زبان میشناسه، اونو میاد تو متنش میگه. من چون عینشو میارم، سانسور نمیکنم، میشم ستزن. چرا؟ مثلا میدونی چه؟ مثلا اینکه شما لذت جنسیت نداره. یک زن لذت میبره، مردم لذت میبره. چون زن ایرانی، تاریخ زن ایرانی با اون لذت بیگانه است، فکر میکنه عجیب غریبه، فکر میکنه انحرافه. ما چیزی مثل انحراف جنسی نداریم. این دین بوده که این مسئله جنسی، غریزه جنسی رو متمرکز کرده در واژن و در آلت، در اون چی بگه آخه، هر چی بگه متمرکز در یک نقطه، در این در سرتاسر بادی پخش شده. دین ما میگه انحراف جنسی، شما هر کاری بکنید میگیم شما انحراف جنسیه. غرب داره تجربه میکنه از نظر هربرت مارکوزه، مثلا انحراف جنسی نداریم. ما خیلی بحث داریم، باید سر اینا بحث بکنیم. تو سیستم ملایی که سیستم سنت زده نمیشه این کارا رو کرد. سنت هم فکر نکنه هر کسی یک کراوات میذاره فکر میکنه. بسیاری از روشنفکرای ما عقب مونده هستن، خیلی از روشنفکرای ما چیزی صداشو نمیفهمن. شما همین که بیان مثلا هنوز میگن یارو لواتکاره، میدونید یارو فلان چیزی، یعنی همش بدل به انگ شده در اون جامعه و این باورشه. منظورم اینه که گپ وجود داره بین نسل‌های گذشته و نسل جدید. نسل جدید نباید توجه بکنه، نسل جدید باید راه خودش رو بره، ضرر خواهد کرد، ما قربانی خواهیم داشت. اما شک نکنید اون عقب ماندگی فرهنگی خودمون رو، اون رو پوش میدیم. ببینید چرا؟ شما من در ایران که بودم چیز داشتم، آموزشگاه داشتم، مهندس چراغل بودم، مهندس فیلکو بودم، ولی همزمان بعضی‌ها چون حقوق خوبی هم پول زیادی داشتم، آموزشگاه کنکور داشتم. بعد دغدغه های تنها دغدغه های بچهای من استمنا بوده، بهش میگفتن استمنا، خود رضایی بوده. یعنی تمام اینها جامعه اینقدر بسته بوده، اینا مدام بعضیشون روزی 7-8 بار خود رضایی میکردن، نه پدرشون میدونسته
نه معلمشون میدونسته، ولی هر روز داشت در اون جامعه اتفاق میفتاد. تفریح بچه خودرضایی بود. بعد نیست چون ازش قدغن درست کرده بودن. خودرضایی قدغن نیست. اگه طبیعی جلوه میکرد این کارو نمیکردن. روزی یه بار این کارو میکردن، هفته دو بار این کارو میکردن. ولی قدغن کردنش هر چیزی رو که ما بدل به ممنوع بکنیم، جامعه به سمتش هجوم میاره. به این بلایی که جمهوری اسلامی سر ما آورده. جمهوری اسلامی چیزهای بدیهی رو قدغن کرده و چیزهای بدیهی واسه ما مهم شده. در واقع سکس نباید مهم باشه. سکس بدیهیه. سکس زیستیه، انسانیه. این چیز انسانی بدیهی رو از ما دریغ کرده. همه توجه ما به اینه. اینجور مسائل. ما مثلا دموکراسی. ما باید حق داشته باشیم. حکومت ماست. باید حق داشته باشیم. دولت خودمون رو انتخاب بکنیم. یعنی چی که همه هیچ کی موافق رهبری و لیدری لیدرشپ خامنه ای نیست. ولی رهبر هنوز هست. در نهایت دیکتاتوری. این یعنی 13 قرن پیش. هیچ کشور اینطور نیست. هیچ کجای جهان. ما ببین ما نخبه زیاد داریم. الان شما از بستر فرهنگی، بستر علمی ما نسبت به جهان عقب مونده نیستیم. ولی توی سیستمای عقب نگه داشته شدیم. و تو اونا باید بکوشیم. باید خود مهم نیست که فقط انقلاب بکنیم و حکومت عوض بکنیم جای خامنه ای یه اولاق دیگه بیاد. پیش به اندازه آینده شما برای این نسل جدید چطوره؟ من به شدت باور دارم. همه شما میبینید که شما تو جنبش سبز میدیدید مثلا اون افرادی که شعار میدادن یا معترض بودن کاری از پیش نبردن. برای هر چی که نسل تازه تر میشه دهه 70 یا در از قیام فولدستان دیما مال ایناست، قیام بعدی مال دهه 80 اونا شرورتره، اونا جدیتره. یک جایی چیز عملیه، فکر نیست. مثلا من همیشه فکر میکردم این نسل جدید خیلی عینیه، همش به کارهای کامپیوتری توجه داره، به چیزای فیلم توجه داره، به عکس و به چیزای بصری. ولی خب خودم به با اینا حداقل با 16-17 تاشون کار کردم دیگه تو کالج شعر داستان، و دیدم که چقدر اینا علاقه به تئوری و فلسفه دارن. همه اینا الان دارن بهترین مقالات فلسفی دارن می‌نویسن. تو هم گروهی که شما هم هستید اغلب این بچه‌ها حضور دارن تو بحث‌ها، منتها چون قدغن تو گروه ما با اسمشون نمیان. همونان که از ما میخوان که مجله در بیاریم، میخوان رادیو سیاسی در بیاریم. الان همه رفتن توی فرصه های سیاسی، در حال تغییر روی ساختارهای سیاسی هستن. بسیار نسل باهوشی هستن و نسل جا طلبی. یعنی من فکر میکنم که اصلا در واقع انقلاب در اینجا ایران اتفاق افتاده. تنها چیزی که الان ما با یک پرسه مقاومت شاهدیم، یعنی انقلاب تو همون جنبش سبز هم اتفاق افتاده بود. استعمار طلب اینو بستش دادن با فریب مردم. انقلاب در همین قیام فولدستان در دیمام اتفاق افتاده. رفراندومیستا کیا بودن؟ به تأخیرش انداختن. چون اونا میدونن اگه انقلابی در این اتفاق بیفته خیلی ها باید علاوه بر اینکه در صحنه سیاسی اکتور نخواهند بود، حتی ممکنه مجازات بشن. واسه همین اینا نوع انقلاب اجتماعی رو دوست دارن. دلشون نمیخواد که انقلاب ساختاری اتفاق بیفته. همه پی انقلاب روبنایی هستن. حتی سپاه پاسداران فرماندهشون وقتی میگه که 40 سال حکومت کردید، این نوع حکومت دیگه میش از 40 سال دیگه هیچ حکومتی نمیتونه تعامل بکنه، تابشون نداره. خاطر اینه، خاطر اون رو سم داشته باشن، یا اگه حتی سم نداشته باشن نمیخوان دوباره مجازات بشن. انقلاب در این اتفاق افتاده. الان چیزی که هست اینه که ما چرا پرسه تاخیریم. قدرت داره سعی میکنه این تغییرات رو تاخیر بکنه. انقلاب مهم مردمن. مردم میدونن نسل جدید کنشگره و همیشه فهمیده. سپاس از شما جناب عبدالرضایی، بسیار آموختیم به هر حال و با نسلی که جدید هستن، نسلهایی که بعد از ما هستن، با این گفتهای شما من خودم هم بیشتر آشنا شدم. سپاسگزارم که دعوت من را پذیرفتید و خسته نباشید. خواهش میکنم. من خوشحالم با شما بودم و امیدوارم برنامه‌تون جز این برنامه همه‌شون موفق باشه. خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم و بدرود میگم با بینندگان گرامی تا برنامه‌های بعد. بدرود.